سلام رفقای گل گلاب، حالتون خوبه؟ روبراهید؟ میزونید؟ امیدوارم همیشه حالتون خوب، دلتون شاد، جیبتون پر از پول باشه. آیدین هستم با کانال زررت. ویدئوی امروز همونطور که خیلی توی کامنت ها از من خواستید راجع به عرق انگور، و حالا من میخوام شرابش هم درست کنم. یعنی ابتدا با این انگورایی که گرفتیم شراب انگور درست کنیم، ببینیم طعم و رنگش چطوره، بعد اون شراب رو به عرق انگور تبدیل میکنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدئوی امروزمون. مواد لازم برای ساخت عرق انگور یا شراب انگور. مواد لازم: انگور خالی. دیگه هیچ مواد لازم دیگه‌ای برای این کار احتیاج نداریم. برای این کار از مخمر استفاده نمی‌کنیم. الان چراغی که روشن کردم همونطور که می‌بینید مخمرای سطح انگور رو مشخص کرده. سفید رنگ هستن، روی سطح تمام انگورا وجود دارن. به اسم علمی شمال اگه بگم پکتین یا پکتین میگن، و کار مخمر رو برامون انجام میده. تقریبا قدرت خوبی هم داره، مخمر خوبی هست توی مخمرهای طبیعی، و من همین استفاده میکنم و بهش مخمر نمیریزم. و زمانی میتونید از این مخمر طبیعی استفاده کنید که انگور رو نشورید، یعنی همونطور که تو بازار هست انگور رو بگیرید و مستقیم وارد دبه کنید و کارتون رو شروع کنید. ضمناً برای ساخت این عرق لزومی نداره حتما انگور سفید باشه، میتونید انگور سیاه هم استفاده کنید. حالا من بسته به سلیقه‌م انگور سفید رو گرفتم. وقتی دارید این کار رو انجام میدید، چون یه مقدار مخمر طبیعی انگور یه خورده نازک نارنجی، یه مقدار ضعیفه، شما حتما باید بهداشت رو رعایت کنید. اصلا نباید دبه‌ای که استفاده میکنید خیس باشه، دستتون خیس باشه. حتما دستتون رو بشورید، دبه‌تون رو بشورید، بعد با سشوار خشکش کنید. از خشک بودنش که مطمئن شدید، اون موقع کارتون رو شروع کنید. اگر دوست داشتید انگورها رو دونه دونه جدا کنید از خوشش، اگر هم دوست نداشتید میتونید با خوشه بندازید، اونقدر کیفیت کار خراب نمیشه، نترسید. این نکته مهم رو هم بهتون بگم، این چوبا و خوشه های انگور رو که جدا کردید، اگر قرار بود که با خوشه این کار انجام بدید، خوشه یا چوب انگور زمانی که بره توی دیگه عرق گیری تو حرارت باشه، اون موقع تولید الکل سمی میکنه. پس حواستون باشه تو این مرحله برای تخمیر مشکلی نیست، ولی توی دیگه عرق گیری اگر چوب یا خوشه انگور باشه، اون موقع الکل سمی بهتون تحویل میده. بعد از اینکه انگورها رو از خوشه جدا کردم، روی ترازو میکشیمش که میبینیم 5 کیلو دقیق انگور خالص داریم. حالا شروع میکنم به چنگ زدن انگورهام. من از گوشکوب برقی استفاده نمیکنم، چون یه مقدار داخل این انگورام هسته وجود داره. اون هسته اگر از گوشکوب برقی استفاده کنم و بشکنه، کیفیت کار ما میاد پایین، نه که کلا خراب بشه، ولی وقتی که بشکنه روغنی که داخل اون هسته است چربی ایجاد میکنه، یعنی اون روغنش میره داخل شراب و تو کار مخمرها خلل ایجاد میکنه، اون موقع مقدار خرابکاری ممکنه به بار بیاد. آقا من پنجام واقعا دیگه بی‌حس شد، سر شد، اصلا نمیتونم دیگه اینقدر مشت و چنگ بزنم. ترجیح دادم که اینا رو بریزم داخل یه دونه از همین لگنه‌ها، نمیدونم حالا چی میگی، تو این ظرفا با یه گوشکوب چوبی آروم آروم این کارو بکنم. فقط خیلی روش فشار نیارید که دیگه پودرش کنید، چون اون موضوع حساسی که بهتون گفتم دوباره اینجا مسئله دار میشه برامون. خیلی آروم اینا رو با گوشکوب اینجوری بکوبید و خیلی به نظر من ایده خوبیه، کارم خیلی راحت شد اینجوری. خب همونطور که دیدید 5 کیلو انگور رو کوبیدم و دوباره انتقال دادم به همون دبه اصلی. حالا موقع اینه که شیرینی سنجی بکنیم، ببینیم این انگوری که له کردیم، آب انگورمون چقدر تو شیرینی داره و در نهایت چقدر به ما الکل خواهد داد. همونطور هم که میدونید من توی این کار از شکر یا شیرینی های دیگه استفاده نکردم. میخوام ببینم انگور تو حالت عادیش چقدر به ما الکل میده. خب با هم دیگه میبینیم تقریبا عدد 1100 رو نشون میده، و اگر اینو بچرخونیم اون ورش هم نوشته که 1100 مثلا میشه چقدر الکل، الکلش هم اونور نوشته. روی این قسمت سبز نه، این بغل سبز اون بالا رو ببینید نوشته تقریبا حالا تاره 10%. یه خط دیگه بیایم پایین میشه 11%. این آب انگور ما اگر بخوایم به صورت شراب استفادهش کنیم، هر مقداری که آب انگور باشه و شراب بده، یه شراب تقریبا 11% به ما میده. خب کار ما تقریبا تموم شده، این شرابا رو میذارم کنار. دیگه اون آب انگوری که توی اون ظرف ریختم برای شیرینی سنجی، اونو دوباره به دبه شرابم انتقال نمیدم، ممکنه یه مقدار آلوده باشه.
و در دبه رو میبندیم. در دبه هم اصلا نیاز نیست محکم ببندیم. دبه من درش هم همونطور که میبینید سوراخ جای قفل هوا سوراخش همونطور مونده. لزومی هم نداره در دبه رو اصلا محکم ببندیم. فقط میذاریم روش که از گرد و غبار این چیزا جلوگیری بشه. نگران هم نباشید. و یه پارچه هم روش میندازیم که فقط محیطش تاریک باشه. این قضیه خیلی مهمه که تاریک باشه. و بعد از اون ثبت میکنیم که ببینیم تخمیر شروع میشه یا نمیشه. خب دوستان 4 روز گذشته، ببینیم این شراب و عرق زیبای ما چجوری شده. ببینید بچه ها همه چیش اوکی، الان کامل اومده بالا به این صورت میزون. حالا باید این از صافی رد بکنیم. چطوری؟ من بهتون آموزش های لازم رو میدم با استفاده از این صافی، این صافی های دونه ریز به اصطلاح. ببینید آب مونده، بعد یادتون باشه دستاتون رو شسته باشید حسابی میزون. آب انگورامو جدا کردم از صافی، رد کردم و این دبه رو رفتم شستم و الان میبینید دوباره خورده خیسه چون که شستمش. باید بیام اینو خشک کنم. چطوری خشک کنیم؟ با یه دونه سشوار با هوای گرم بذارید کامل خشک بشه. آبهای انگور رو بازم از صافی دارم رد میکنم که دیگه خیلی صاف بشه. بعد از اینم درش رو میبندم و این بار دیگه سفت و محکم قفل هوا رو نصب بکنید. حتما توی قفل هواتون هم یه مقدار آب بریزید. همین کافیشه. این خورده باز میکنیم. همین مقدار عالیه. ببینید یه خونش رو پر کردم. دیگه بیشتر از این پر نکن. یا اگه از این قفل هوای شلنگی استفاده میکنی شلنگ رو خیلی تو آب فرو نکنید. همین مقدار کافیه. این در رو هم برای این میذاریم که این آب تبخیر نشه. از زیر این از لای این هوا میتونه خارج بشه. مشکلی نداره که این درشو بذاریم هوا گیر میکنه. اینطور نیست. زیر این جای خالی داره. خب شراب خام رو بذارید یه جای تاریک. یه همچین سبکی. بپوشونیدش. که از نور در امان باشه. این دیگه نیاز به هم زدن نداره. اینو بذارید حدود 10 روز بمونه. با هم برمیگردیم ببینیم چه اتفاقی براش میفته. خب دوستان اینو با اجازتون خالی میکنم تو دیگه عرقگیری که ببینیم. فقط اینو یواش خالی بکنید که این تشکیلات زیرش نریزه بهتر. حالا بریزم اونقدر اتفاق خاصی نمیفته ولی نریزه بهتر. تهشو همونطوری که میبینید اینجا موت اینشو نمیخوام بریزم. خب ببینید اینو خالی کردم این تو. این کاملا شفافه و این یکی هم تو این جدا گذاشتم یه مقدار تنشیم بشه که بعد بتونم ازش استفاده کنم. این دیگه انتهاش بود. اینو جدا ریختم. باید بمونه خورده تنشین شد بعد میریزم. یکی 2 ساعت بمونه کافی شد. دوستان اینو من مقدار ریختم تو شیشه که بهتون نشون بدم چجوری شده. این از این. و این که قبل اینکه عرق گیری بکنیم من همه رو ریختم توی شیشه. متوجه شدم که 2.5 لیتر اونجا 1.5 لیتر هم اینجا تقریبا 3.5 لیتر به ما شراب داد. شراب سفید. و طعمش هم با هم دیگه یه تست بکنیم که ببینیم چطور شده. عطرش خیلی خوبه. دقیقا عطر بوی آب انگور رو میده. طعمش هم خوبه ولی تنده. یه مقدار تنده.
حالا عرق گیری بکنیم ببینیم که چطوره. پس ما از 5 کیلو انگور 3 لیتر و نیم شرابشو گرفتیم و حالا میخوایم ببینیم چقدر به ما عرق میده، عرق 40%. با من همراه باشید. خب سرگل من تقریبا شروع شده، یه این مقدار اوکیه، یعنی دیگه کافیه که اینو باید بریزیم دور. گرچه که ما این حسابی از صافی رد کردیم، شفاف کردیم و بدون توفاله ریختیمش توی ظرف عرق گیری، ولی من باز هم این سرگل که یه همین مقدار هستش رو میریزم دور. عرق گیری هم که داره انجام میشه، این هم دیگه عرق گیری مونه که خودم درست کردم، آموزشش هم توی کانال گذاشتم، دماسنجم که داره عدد 85 الی 90 نشون میده، شعله گازم اینطور و اینم که سرد کننده است. از این بالا آب اضافی خارج میشه، از این پایینم که وصل به این توی شیری است برای لباسشویی، اینو این پایین تعبیه کردم، آب از پایین میره از بالا میاد. خیلی دستگاه راحتیه، میتونید تو خونه درست کنید. بمونیم عرق گیری تموم بشه، با هم ببینیم چقدر عرق به ما داد. خب دوستان، عرق گیریمون به پایان رسید. تقریبا از 3.5 لیتر شراب خام من 700 الی 800 سی سی عرق 40% گرفتم. 400 سی سیش اینجاست، 350 سی سیش هم ریختم توی یه بطری مشروب و گذاشتم توی فریزر که ببینم یخ میزنه یا نمیزنه برای 40%. همونطور که میبینید یخ نزده. خواستم اینو از قالبش در بیارم، نشد، مجبور شدم برم یه آبی بزنم به بدنش که از این قالب در بیاد و بتونم بهتون نشونش بدم. خیالم از این بابت راحته که عرقمون درجه یکه. این از این، به سلامتی رفقا، خودم و شما. دوستان عرق خیلی خوبی، حالا من اینو از فیلتر رد کردم، طعم انگور، عطر تند انگور رو داره، ولی چون من از فیلتر ردش کردم یه عرق خیلی خوب و خوشخوراک شده. شما هم سعی کنید حتما از فیلتر ردش کنید یا از زغال اکتیو ردش کنید، هیچ فرقی نمیکنه. فیلتر که میگم همین فیلتر یخچال معمولیه، توی ویدیو هم بهتون گفتم که چیکار بکنید که بتونید از این فیلتر استفاده کنید. و دیگه حرفی هم نمیمونه. این از این. پس گفتیم از 5 کیلو انگور 3 لیتر و نیم شراب گرفتیم، از اون 3 لیتر و نیم اولوش 800 سی سی عرق 40% انگور رو گرفتیم و همین از دست ما برمیمد. عرق خیلی خوب و خوش عطری هم شده، به شرطی که از فیلتر ردش کنید یا از زغال اکتیو. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، راضی بودید، لذت بردید، اگر حال کردید ویدیو رو لایک کنید. اگر هنوز تو پیج من مشترک نشدید این کار انجام بدید لطفا. تمام سعیام میکنم هفتگی بتونم براتون یه ویدیوی آپلود بکنم حداقل که به دردتون بخوره، به کارتون بیاد. پیشنهادی، نظری، انتقادی، درخواستی، هر چیزی دارید توی کامنت ها برای من بنویسید. کامنت ها همشونو میخونم. گهگاه هستن بچه ها کامنت میذارن، کامنتشون رو من میبینم ولی تا میام پاسخ بدم پاک میشه. احتمالاً از فیلتر شکن استفاده میکنید که حالا گرفتاری های خودشو داره. دیگه همین، قربونتون، مراقب خودتون باشید، الکل زیاد استفاده نکنید و مراقب سلامتیتون باشید. خدا یار نگهدارتون.